من اسمم عباس، فامیلیم هم جلالیه. 71 سالم هم هست. از بچگی هم اینجا دم دست پدرم و عموم بزرگ شدم و کار رو یاد گرفتم. اونا هم که به رحمت خدا رفتن ما این کار رو ادامه دادیم. از اول من تو این کار نبودم، من در کنار اینا بودم، شغلم چیز دیگه بود. الان نزدیک 40 سال خودم به طور حرفه‌ای دارم. اگه علاقه نبود که ادامه نمیدادن. یعنی همه 365 سال رو شما مشغول دوخت پرچم؟ پرچمیم، آره. فقط پرچم برای مناسبت های مختلف؟ آره، برای مناسبت های مختلف، محرمزون، فاطمیه، نیمه شعبان، محرم، ما سفارش هم بهمون میدن. اینجا از قدیم هم راسته پرچم بودن، خدا رحمتشون کنه، تا اون پایین 4-5 تا بودن که نسل جدید همه رو تبدیل به موبایل فروشی کردن. تقریبا چند تا مغازه الان تغییر کار دادن؟ الان 4 تا. اینایی هم که الان هستن چند تاشون پرچم فروش هست، پرچم دوز نیستن. یه ماه اجاره میکنن، پرچم میریزن و بعدم جمع میکنن. دیگه پس فقط شما تنها؟ من نه، دو نفر دیگه هم هستن که اونا هم الان گلروزی نمیکنن، اونا هم پرچم میارن جمع میکنن، سال میفروشن. اون پایین خب شلوغتر از اینجا، فرصت ها رو از دست میخوان ندن. یادتون هست کسایی که قدیمی تر بودن، یه جورایی میشه گفت پیش کسوت کار؟ آره، عموی خود من، خدا بیامرزه، حسین جلالی بود، حاج حسین محمدی بود، حاج رضا محمدی بود، آقای خزانه‌داری بود، اینا همه اینجا پیرمردای اینجا بودن که از زمان این مغازه خودمون که 70 ساله، اونا هم نزدیک 70-80 سال تهران قدیم با قول معروف بودن. ناصر خسرو رو اصلا به راسته پرچم فروش ها و پرچم دوز ها میشنم. من خودم شخص خدا میگم، باز یکی دیگه معامله کردم، خدا منو به این راه کشونده. اینه که من دیگه وقت برای رضای خدا دارم کار میکنم، حالا یه چیزی هم گیرمون میاد، ولی عشق و کار و علاقه من به این کار برای رضای خدا. این شغل فولساز نیست، این شغل شغل جمعون پسند نیست، علاقه نیستوش. انقدر پرچم متنوع چاپی زیاد شده. از کی پرچم چاپی وارد شد؟ تقریبا 7-8 سال پیش، از اون موقعی که گوشی ها اومد، اینترنتی شد، پرچم ها دیگه یواش یواش از حالت سنتی در اومد. بعدم جوان ها دیگه نمیان بشینن 2 ساعت دستگیره رو بچرخونن برای 50 تومن، برای 100 تومن. الان گرونترین پرچمی که اینجا داریم چیه؟ خودمون 600-700 تومن. خب از روند کارش وقتی که یه پارچه رو برمیداریم تبدیلش کنیم به یک پرچم جدید، یه پرچم و پارچه رو برمیداریم، حاشیه میدوزیم، دو خطه میکنیم، توش اونجوری پر میکنیم. اون کارو میگن قلاب دوزی. به کار ما این کارو میگن برجسته دوزی. بعد سایه میزنیم، این حالت در میاد. یعنی 3-4 تا مرحله طی میشه تا کیفیت کار معلوم میشه. هر پرچم چقدر وقت میبره که آماده بشه از اول تا آخر؟ بستگی داره، این 1 ساعت، اون بزرگا 2 روز. 2 روز یعنی 2 ساعت کاری ها. میدیم خطا دیگه دیگه الگو درست میکنه، ما از رو اون الگو هر چند تا بخواهیم. سفارشی هم که بدن میگم برو الگوشو بگیر بیار. من دوره پهلوی رو منظورم، قدیم هم سفارش میگرفتین؟ من که یادم نمیاد که، من موقع بچه بودم. میدون آزادی رو میگفتن، ما پرچم سرنگ دوختیم، بردیم آویزون کردیم میدون آزادی، میخواست افتتاحش از اون بالای برج آویزون کرد. فکر نمی کنم سراغ پیش کسوت های این کار رفته باشن. و این شغل هم که ما داریم روز به روز داره از بین میره، چون چرخ های کامپیوتری اومده، تمام کارا کامپیوتری شده. پس بنابراین این شغل داره از بین میره و هیچ حمایتی هم ازش نشده. ولی
تو مشهد خیلی هست، تو تهران ما 5-6 نفری، یکی دوتا تو خونه کار میکنن، 5-6 تا هم که بیرون کار. حالا کسی اومده بگه که خب به این دلیل که شغل شما داره یک شغلی میشه که تقریبا داره از بین میره، دیگه وجود نداره و فقط همین چند نفر هستن که دارن کار میکنن، مثلا یک سری تسهیلاتی بهتون بده، چه دستگاه ها؟ هیچ کس تا الان سراغ من نیومده، نه من، همکارای من هم نیومده، نه بیان به ما مثلا کمک کنن بگن پارچه رو بیان این قیمت بهتون میدیم، نه خب بیان این قیمت بهتون میدیم، لوازم چرخ و این قیمت بهتون میدیم، نه، وامی که به همه سنفا میدن دیگه، همین. الان برای هر پرچم، همینی که الان داشتین میدیسین، چقدر باید هزینه بکنیم و چقدر دست مشتری میدیسین؟ پول پارچه و پول نخ و پول برق و مزد و حساب میکنیم، 10% هم سود میکشیم روشیم.